سرخط خبرها. خبر مرگ گلبدین حکمتیار در کشور ترکیه آیا واقعیت دارد یا خیر؟ واکنش حزب اسلامی در مورد مرگ گلبدین حکمتیار چگونه می باشد؟ برای جزئیات دقیق تا آخرین گزارش با ما همراه باشید. امروز خبر داغ در شبکات مجازی دست به دست می شد که گویا گلبدین حکمتیار در یک بیمارستان در ترکیه جان باخته است. این خبر می نویسد که بعد از آن که حالت صحی گلبدین حکمتیار در پاکستان خراب شده و به حالت کما رفته است، خانواده‌اش تصمیم گرفته که او را به ترکیه انتقال بدهند. گفته می شود که هدف انتقال حکمتیار از پاکستان به ترکیه این بوده که او در پاکستان جان ندهد. گفته می شود اگر گلبدین حکمتیار در پاکستان جان می داد، در قطار ملا عمر و اسامه بن لادن محاسبه می شد و در کشوری که جان می دهد، متهم به جاسوسی برای آن کشور می باشد. حکمتیار بعد از منتقل شدن به بیمارستانی در ترکیه جان باخته است. این در حالی است که خانواده حکمتیار مصروف زائرین درباره تعیین جانشین حکمتیار و به نحوی مصروف خاکسپاری جنازه او می باشند. این منبع در ادامه می نویسد که مرگ حکمتیار این بار شایع نیست. حکمتیار مرده است و به همین خاطر اعضای خانواده و اعضای نزدیک به حکمتیار در حزب اسلامی خبر مرگ او را رد نمی کنند. هیئت از حزب اسلامی برای انتقال جنازه حکمتیار به ترکیه سفر کرده است و فاروق وردک در رأس کمیسیون دولتی خاکسپاری حکمتیار گماشته شده است. اما این در حالی است که حزب اسلامی حکمتیار ضمن رد خبر مرگ و بستری شدن رهبر این حزب در ترکیه اعلام کرده که گلبدین حکمتیار در 16 سال گذشته سفری هوایی نداشته و حتی تذکره و شناسنامه افغانستانی نیز ندارد. حزب اسلامی حکمتیار با سطوری بیانیه ضمن تکذیب خبر مرگ رهبر این حزب آن را یک دروغ از سوی رسانه‌ها اعلام کرده است. در بیانیه حزب اسلامی که در سایت شهادت منتشر شده است آمده که گلبدین حکمتیار تذکره یا شناسنامه و یا پاسپورت افغانستانی ندارد و در 16 سال گذشته هیچ سفر هوایی نداشته و حتی سوار هواپیما نیز نشده است. حزب اسلامی به نقل از حکمتیار نوشته است که از زمانی که از ایران خارج شدم در افغانستان زندگی کردم و از روزی که توافقنامه صلح را امضا کرده است با هیچ مقام نظامی و غیر نظامی کشورهای دیگر دیدار نکرده است. این بیانیه در حالی صادر شده است که در روزهای اخیر اخبار مبنی بر بستری شدن حکمتیار در ترکیه و احتمال مرگ وی منتشر شده است. گلبدین حکمتیار در این بیانیه شایعه و دروغ خواندن خبر مرگش گفته که در 45 سال اخیر هیچگاه در بیمارستان چه در داخل افغانستان و چه در خارج از افغانستان بستری نشده و حالا نیز در سلامت کامل به سر می‌برد. هموطنان عزیز، واکنش شما در مورد خبر مرگ گلبدین حکمتیار در ترکیه چیست؟ نظریاتتان را در کامنت همین گزارش با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.